دو یه بچه بود در کودکی هم امام زمان رو دیده بود. بود من بچه بودم میرفتم مغازه آصف عبدالکریم، خیلی عجیبه میگن زی بسیار ساده ای داشت، ولی با همون روش ساده خودش مردم رو دعوت به دین میکرد. بچه ها رو یه جعبه میگن شکلات داشت، هر روز میومدن میگفتن نماز اول وقت خوندن به اینا یه دونه آب نبات قیچی نمیدونم قدیم یه دونه از اینا میداد به این روش خیلی ساده و نصیحت میکرد و میگو اگه حدیث حفظ کنید، این بنده خدا من از برادرزادش میگو عموی ما گو یه کاری رو اون دقیقا میگفت که بهش گفته بود انجام بده که مثلا صبح بلنش نماز صبح بخونه اول وقت، گو من به مادرم التماس کرد که منو سحر بیدار کن، میگو هر دفعه میگفت بیدار نشدی، یه دفعه میگفت دلم نیمد، دل قصه قسم گو بالاخره ما یه بار اول صبح بچگی کوچیک اول صبح نماز خونیم، گو صبح اول وقت دیگه بودو بودو اومدیم مغازه، چه نفسی دارن بعضیا که نگاه کنید دستورالعملش به این بچه برای نماز نتیجهش ملاقات امام زمان میشه. میگه اومدم مغازه دیدم اون سجاده‌ای که همیشه مینداختش نماز میخوند و صندلی که میذاش پشت میز داخل من مغازه کار میکرد، سکو رو گذاشته یه آقایی رو صندلی نشسته، آسد عبدالکریم روزانه روی سجاده رو به روی این آقا نشسته بچه. بیا این آقا سلام خیلی گرمی به من کرد، گفت منم جواب سلامش رو دادم، گفت به آسد عبدالکریم، آسد عبدالکریم من نمازم اول وقت خوندم نماز آب نماز دوتا باید بدیم، گفت آسد عبدالکریم به من گفتش که الان کار دارم برو یه ساعت دیگه بیا سه تا بدیدم، میگو منم انقدر خوشحال اصلا یه چقدر نکته هست، گفت تا این کلمه رو گفت اون آقا بهش فرمود همین الان بهش ستا و ایشون هم گفت چشم اومد قوطی رو باز کرد و به من داد و گفت منم بودو بودو رفتم پشتم و نگاه نکردم، گفت بعد از ظهر که اومده بودم پیش آسد عبدالکریم به من رو کرد گفت فهمیدی کی رو دیدی؟ فهمیدی چه فرد بزرگی رو زیارت کردی؟ گفتم نه، گفت امام زمان تو، میگو من بچه بودم یه خوشحالی، گفت به علامت زیارت امام زمان تو تا آخر عمر چشمت ضعیف نمیشه، تعبیر این بود میگو معلوم میشه که اون نگاه کار میکنه، میدونید چی؟ نه اون کار نگاه برمیداره، روشن نه؟ یعنی علت موفقیت من 10 سال پیش اینه که آقا نظر داره، نه اینکه چون من کار خوب کردم آقا دید به من داد، نه یه کاری کنیم آقا ما رو خوب ببینه، اگه آقا ما رو خوب دید ما خوب بشه. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، مجلسی اول، مجلسی اول و دوم هر دوشون خیلی بالا هستن و موجب افتخار برای عالم تشیع. مجلسی اول از نظر فقه، از نظر سیر و سلوک بالاتر از مجلسی اول بوده، مجلسی دوم از نظر خدمت، از نظر روایت، از نظر تحقیق بالاتر از مجلسی اول بوده، هر دو عالی. این جمله‌ای که نقل میکنم در شرح من لا یحضر از مجلسی اولی، مجلسی اول من لا یحضر صدوق رو شرح کرده در 14 جلد، در ذیل این زیارت ای رو نقل میکنه، میگه رفتم نجف، جوانها این مال شماست، مال همه اما مخصوصا جوانها، میگه رفتم نجف میخواستم وارد شم حرم، دیدم لیاقت ندارم. چی میگه لیاقت ندارم؟ یه کسی که 70 سال در علم و عمل قوتور بوده، همه قبولش داشتن به علم به تقوا، میگه دیدم لیاقت ندارم نمیرم حرم، میگه مشغول ریاضت شدم در رواق مطهر، نرفتم حرم، مشغول ریاضت شدم شبانه روز، روزه میگرفتم، شب بیداری میکردم، نماز میخوندم اما تو رواق. و این در شرح من لا یحضر نیست، کسی دیگه برام نقل کرد که فرموده بود روزها میرفتم وادی السلام مقام قائم، اونجا وادی السلام خدا قسمت کنه یه جایی هست به نام مقام قائم مربوط به امام زمانه. خب میگه که کم کم اهل شدم، از کجا فهمیدم اهل شدم؟ یه حال کشف برام پیدا شد، در عالم کشف دیدم سر من رعا هستم، که میگه فهمیدم باید از امام زمان شروع کنم توسل به او،
او قطب عالم امکانه فعلا. میگه دیدم سر من را هستم، رفتم حرم عسکریه. میدانید که امام حسن عسکری و امام هادی و سرداب مطهر سر من را هست. میگه رفتم اونجا، میگه امام زمان رو سر قبر باباش دیدم. میگه مداحوار زیارت جامع رو از اول تا آخر خوندم. بعد فرمودن بیا جلو. میگه ابهت آقا گرفته بودم، نمیتونستم برم جلو. بالاخره قدم قدم رفتم جلو، رسیدم به آقا، دست تلطف گذاشت روی شانم، فرمود نعم الزیاره هازهی، چه زیارت خوبیه این زیاره. گفتم آقا از جدتون امام هادیه؟ برای اینکه زیارت جامعه از امام هادیه. فرمودن نه. بله. خب این علامه مدرسی چی میگه؟ میگه رفتم حرم، دیدم نمیشه برم حرم. رفتم نجف، دیدم نمیشه، باید اول لیاقت پیدا کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی حبیبه محمد و آله الطاهرین، و السلام علی مولانا بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در مکرمت پنجم صاحب مکیال می فرماید انه احیاء و امر الائمه الطاهرین، دعای بر امام عصر احیاء و زنده کردن امر ائمه طاهرینه، و این کافی است برای اینکه بیشتر انسان به این امر همت کند. روایات متعدد آورده است که رحم الله من احیا امرنا، کسی که احیاء امر ما رو میکنه، حضرت برای او، حضرت صادق، حضرت رضا علیه السلام دعا کردند که این احیاء امر، زنده کردن امر ما، یه بعدش توجه به ما و مخصوصا مجلس گرفتن در یاد فضائل و مناقب، و فرمود ملاقات هم بروید، فإن لغیا بعضهم بعضا حیات لأمرنا، وقتی شیعیان ما به ملاقات هم میرن احیا می شود امر ما، چون اونا حرفی ندارن جز این که راجع به ما سخن بگن، کلمات ما رو مطرح کنن، فضائل و مناقب ما رو بگن، و این سبب احیاء امر ما میشه. یا مجلس درس بگذارن، حقایق علمی و حقایق نورانی ما رو مذاکره کنن، این احیاء امر ماست. و متعدد دست روایات دستور به این امر داده شده. آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، کسی که در مجلسی بشیند که امر ما در اون مجلس احیا می شود، قلب او نمی میرد روزی که نوع قلب ها مرده است، همه قلب ها تاریک، قلب او زنده است، یعنی اهل نجات ابدی است. باز فرمودن تلاقو و تحادث العلم، برید به ملاقات هم و مذاکره علم کنید، که بالحدیث تجل القلوب الرانیه، به وسیله قلب های ما، قلب هایی که زنگار گرفته، جلا داده میشه. و بالحدیث احیاء و امرنا، با طرح احادیث و یاد ما امر ما زنده میشه، فرحم الله من احیاء امرنا. ایشون میفرماید یکی از مصادیق احیاء امر یاد حضرت و دعای بر حضرت، مخصوصاً مجلسی که در اون مجلس برای حضرت دوستان دعا بکنن، به یاد اون حضرت باشن، همدیگر رو متذکر بشون، اینها همه مصداق احیاء امر است که دلها متوجه باشه و یاد حضرت دائما زنده بشه در قلوب و این انتشار پیدا بکنه. مخصوصا گرفتن مجلس برای دعای حضرت و امتثال امر مبارک حضرت که فرموده فراوان دعا کنید، مصداق روشن احیاء امر است. و وقتی کسی موفق به این شد، خودشو مشمول دعای اون سروران قرار داده، یعنی قطعا دعای امام هشتم و دعای امام صادق و همه اون بزرگواران که فرمودن خدا رحمت کند کسی که امر ما رو زنده میکنه، این خودشو با این عمل مشمول دعای مستجاب حضرت قرار داده. حضرت وقتی برای کسی دعا بکنن و قلب او رو بخوان زنده بکنن، چه رحمتی به او میکنن. نتیجتاً از مصادیق احیاء امر ائمه که ایشو میفهمد هازا کافن فی ترغیب اهل یقین، برای اهل یقین همین کافی است که موفق بشود خودشو مشمول دعا
دعای حجت الله بکند. خدای متعال به همه ما سعادت انجام وظیفه و مخصوصا دعای بر حضرت و توجه دادن دیگران به دعای بر حضرت و اقامه مجلس برای این امر توفیقش و به همه ما مرحمت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداء. امروز که توی مسیر داشتم میومدم به سمت استودیو، دائما طلبات میگفتم و ذکر اللهم عجل ولیک الفرج رو هم با خودم زیر لب میخوندم که یک دفعه این به ذهنم رسید، وقتی که آقا بقیت الله العظم در بین ما هست ولیکن ناشناسه، ممکنه هر کدوم از این آدمایی که دارم اطراف خودم میبینم آقا بقیت الله باشه. با یک همچین حسی که راه میرفتم دیگه اون احساس عجله بکنم، توجه نکنم به دیگران، یا اینکه بی تفاوت باشم نسبت به دیگران یا نسبت به رفتار خودم در من وجود نداشت. سر تا پا حواسم جمع بود، چطور قدم بردارم، چطور نگاه بکنم و چطور جوری رفتار بکنم که اگر الان آقا و سرورم آقا بقیت الله العظم من رو نگاه میکنه شرمگین نباشه. حس قشنگیه، حس خیلی قشنگیه. اگر آدم تمام ساعات روزش رو، تمام دقایق و لحظات زندگیش رو با یک چنین حسی زندگی بکنه که آقای تاج سرش، مولاش و اون کسی که به خاطر اون هست که داره نفس میکشه و رازقش داره نگاش میکنه. این که میگم رازق، کفر نمیگم، قلوبم نمیکنم. خداوند، خدای عزوجل اهل بیت اسمت و طهارت و بالاخص امام زمان رو مجرای رزق قرار داده و رزقی که به دست من میرسه از مجرای آقا صاحب الزمان هست که توزیع میشه. انشالله که خدا به ما توفیق بده از یاران با وفای آقا امام زمان باشیم و هیچ وقت عهدمون رو خدای نکرده با اون بزرگوار نشکنیم و اگر عهدی بستیم تا آخر جون پای اون عهد بمونیم. امشب هم در حرم امام حسین سلام الله علیه بعد از اقامه نماز رفتم خدمت امام حسین، سلامی به نیابت از همه شما خدمت حضرت عرض کردم و تحت قبه منوره حضرت برا همتون دعا کردم که تمام کسانی که این شبها این برنامه رو دنبال میکنن با این هدف که معرفتشون به امام زمان بیشتر بشه، از خدا تحت قبه خواستم که به همین زودی زیارت قبر امام حسین رو نصیبشون کنه و هر کی هر حاجتی داره خدا اگر حاجتش مشروع و به صلاحشه هر چه زودتر با شفاعت و وساطت امام حسین خدا همه رو حاجت روا کنه. السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک ایها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين عليه الصلاة والسلام. يا باب الحوائج، يا أبا الفضل العباس، الآن هزاران شيعه دل باخته از اطراف و اکناف عالم خدمت شما از راه دور و نزدیک سلام عرض میکنن. هر کدوم حاجتی دارن با دل شکسته، با عشق ریخته به درگاه شما دست نیاز دراز کردند و التماس می کنند. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. شما آبرو داری در پیشگاه خدا، همه ی هستی تو در راه امام زمان دادی، دستاتو فدا کردی، چشمتو فدا کردی، فرقت شکافته شده، تحمل عطش کردی، آبرو داری، یک دعا کنی، یک نگاه کنی، مرگ حتمی کسی که مقدر شده بمیرد برمیگردد و خدا عمر تازه به او عطا میکند.
امشب بذل محبتی کن و بر ما منت بگذار، ای کسی که آبرو داری در پیشگاه خدا و در پیشگاه همه ائمه اطهار. اشفع لنا عند الله. اللهم عجل لوليك الفرج. این دعا رو به نیابت از قمر بنی هاشم بگید. انشالله آقا قمر بنی هاشم برای همه تون دعا می کند و حاجت همه تون رو با یک نگاهی روا می کند. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خيار عوانه وانصاره. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. خدای منان میفرماد من به ملائکه گفتم میخوام روزی من خلیفه قرار بدم. چه نیازی داشت خدا ملائکه بگه؟ مگر خدا نیازی به ملائکه داره؟ خودش خالق ملائکه است، اصلا به ملائکه چه ربطی داره؟ چه ربطی داره ملائکه؟ چه نیازی داره خدای منان؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك، ملک سلطان و پادشاه عالم وجود، حاکم بر عالم وجود، ملک القدوس و سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. چه نیازی داره به اینکه بگه ملائکه من خواهم یه کاری بکنم؟ این معنیش اینه کسی اگر میخواد خلیفه رو تعیین کنه، انتخاب کنه، باید بتواند ملائکه در معرض اطلاع قرار بده، اشهاد بگیره، شاهد بگیره. ملائکه شاهد باشه ما خلیفه قرار بدن زمین. وقتی هم میگن که چرا میخوای اینجوری قرار بدیم، که اعلم ما لا تعلمو، بعدم که علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني، بگو ببینم دیدی حالا یه چیزی من در خلیفه میدونم که شما نمیدونید. خدای منان وقتی میخواد خلیفه قرار بده، ملائکه را در معرض اطلاع قرار میده، در معرض اشهاد شاهد میگیره، مطلعشون میکنه، ما هم چیکار بکنم. این معناش اینه که کسی که میخواد خلیفه قرار بده باید اونقدر مقتدر باشه که بتونه ملائکه در مطلع کنه، خبر قرار بده، و هم چیزی نیست. اینی که شیعه میگه باید خدا قرار بده. یکی دیگه این که میفرماد که انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی من همیشه تا انقراض این اذا زلزلت الارض زلزالها، انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه رو زمین قرار بدم. الخلیفه توجه میفرماد، این معنی میشود که در کل زمان تا بشر روی این زمین هست و این بشرم مکلف است به تکالیفی که خودش نمیدونه باید از خلیفه بگیره، و این بشر رو به عبودت خدا هست، تا این زمین هست و این بشر هست خلیفه لازم است. اگر الان ما خلیفه‌ای که خدا جعل کرده باشد نداشته باشیم به ما ظلم کرد. با توجه به اینکه خاتم الانبیا، خاتم الانبیا رسول معظم اسلام، خاتم الانبیا یعنی با رسول معظم اسلام نبوت و رسالت ختم میشه، این از یک طرف. پس ما بعد از پیغمبر اکرم دیگه پیغمبر به عنوان خلیفه حجت نداریم. از طرفی هم وجود خلیفه به نص قرآن کریم تا آخر بشر هست باید باشه داره. یکی از طرف دیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یکی از آیات مربوط به وجود مخلص امام زمان، سوره مبارکه نور آیه 55، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فرمود خدا وعده داد خلیفه رو زمین باشه. ان الله لا يخلف الميعاد. خلف وعده را یا جاهل میکنه یادش میره بلد نیست کار کنه، یا ناسی میکنه یادش میره، یا عاجز میکنه نمیتونه، خدا نیست اینجور. پس وجود خلیفه رو زمین قطعی است. وجود خلیفه رو زمین جاعل فی الارض خلیفه، کل زمین خلیفه میخواد. وجود رسالت هم به خاتم الانبیا خاتمه پیدا کرده. عقلا میگه من حجت میخوام، خلیفه میخوام. فثبته که امام باید بعد از خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم به عنوان حجت تا خلیفه روز زمین قرار گرفته باشه. لذا حدیثی که اهل سنت هم نقل کردن، اهل سنت هم نقل کردن، فرمود که انت منی به منزلت هارون به موسی، اشهد الله، اهل سنت به کتاب شما راجع کنن نقل کردن، الا انه لا نبی بعد، نبوت نیست ولی حجت هست. اون حجت هم به نص قرآن کریم انفسنا اسمتو میرسونه. بسم الله الرحمن الرحیم. این که من
تون تونی حرفا رو برای شما میزنم، خودتون میدونید که امروزه مردم اصلا بچه‌ها زبون حالشو ندارن که دیگه کتاب‌های بزرگو بخونن، یه جزوه بخونن یا سخنرانی‌های یک ساعته گوش بدن. دلشون می‌خواد که یه مطلبی رو جان کلام رو براشون بگیم. تو کارهای دیگه هم همینطوره. تو غذا پختن هم همینطوره. کسی حالشو نداره که اون غذاهای اونچنانی رو بپزه. همه میرن دنبال ساندویچ و فست فود و غذاهای آماده و سریع مصرف بشه. تو لباس هم همینطوره. قدیم خیاطیا بود، حالا خیلی سریع لباسای آماده میگیرن و میپوشن. همه کارا تقریبا شده با بی‌حوصلگی و عجله و اینها. حالا کار به خوب بدش ندارم، منم با سرعت این حرفا رو برای شما میزنم که همش حداقل یه بارم که شده به گوشتون بخوره. خیلی دوست دارید مطلب رو کامل بفهمید، اون کتاب مکیال المکارم رو تهیه کنید و اسنادش و مطالبش رو ببینید. خیلی اوشون اونجا توضیح دادن. من عرض کردم این 1000 صفحه 1200-1300 صفحه کتاب رو دارم در چند جمله برای شما میگم که بهترین راه، سریع ترین راه، ساده ترین راه، اصلی ترین راه، زیباترین راه، کوتاه ترین راه برای استجابت هر دعایی و برای رسیدن اون برکات دنیوی و اخروی که بیش از 100 برکت رو ایشون نقل کرده همین است که شما به امام زمان علیه السلام دعا کنید. حداقل بعد از صلوات هاتون وعجل الفرجهم بگید. حتما این وعجل الفرجهم همونه دیگه، دعای برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام است. یه بلاهای در آخر زمان میاد، عقوبت‌های اخروی هست، عقوبت‌های دنیوی هست. آقا کسی به امام زمان علیه السلام دعا کنه از بلاها و گرفتاری‌های هم دنیا هم آخرت نجات پیدا میکنه، الا اینکه انسان گناهکاری باشد که بخوان اون رو پاکش کنن. خب دستشون درد نکنه که همینجا پاک میکنن. همینجور که دنیا نسبتش به قیامت، نسبت ذره است به تمام عالم، این کهکشان ها، این آسمان ها، همه اینها در مقابل خلقت قیامت و آخرت یه ذره است. ببینید اونجا چه خبره. وقت عقوبتش هم همینطوره، جزا و پاداشش هم همینطوره. اینجا یه کسی خدمتی کرد، ما چیکارش کنیم؟ یه پولی بهش بدیم، یه خونه بهش بدیم، یه باقی بهش بدیم، یه زمینی بهش بدیم، یه مقامی بهش بدیم. خب این هنر نیست. یه کسی باعث شد که 1000 نفر مثلا مریض سالم بشن، چی بهش بدن؟ یا یه کسی باعث شد که 1000 نفر کشته بشن، خب یه بار قصاصش میکنن، تکلیف 999 نفر دیگه چی میشه؟ ولی ذا قیامت بر همین کار گذاشتن که اونجا به حسابش برسن. حالا اگر اینجا کسی گرفتار شد برای رفع عرض میکنم مظالمش، طوری نی خیره، ولی اگر میخواد کمتر باشه و کم رنگ تر باشه و به عذابهای دنیوی و اخروی گرفتار نشه، راهش این است که بگوید اللهم عجل به ولی کل فرج. انشاءالله که موفق.